برامو خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از شبکه جهانی خورشید خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول عقرب سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 اکتبر سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چون خبر مهم، کشته و زخمی شدن نزدیک به 20 تن در حمله هوایی نیروهای امنیتی در تخار. نگرانی ها از وضعیت و رقتبار زندگی بیجا شدگان جنگ در هلمند. تایید معاون دوم ریاست جمهوری از وجود کاستی در روند مبارزه با ویروس کرونا. نگرانی سازمان همکاری های اقتصاد منطقه‌ای از وضعیت ناهنجار اقتصادی در افغانستان. و هشدار چین به آمریکا در پیوند به فروش جنگ افزار از سوی آن کشور به تایوان. مشروع خبرها. منابع امنیتی در تخار میگویند که روز گذشته در حمله هوایی نیروهای امنیتی در روستای هزاره قشلاق این ولایت بیش از 20 تن مشمول بانوان و کودکان کشته و زخمی شدند. رویدادی که معاون نخست رئیس جمهور آن را تکذیب میکند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میپذیرد که در حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولایت تخار غیر نظامیان جان باختند و این نهاد خواستار آتش‌بس دائمی در کشور است. احمد نوید کاوش. یک منبع امنیتی در ولایت تخار به تلویزیون خورشید گفته است که در حمله هوایی نیروهای هوایی عصر روز گذشته در روستای هزاره قشلاق این ولایت 12 تن مشمول بانوان کودکان جان باختند و 19 تن دیگر زخم برداشتند. اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور با نشر آگهی نامه در رخنامه‌اش این خبر را تکذیب کرده است. حملاتی که شب روز گذشته در استقامت هزاره قلاق اونجا صورت گرفته، این نیاز به تحقیقات جدی داره که باید تحقیق شود. ولی شما میفهمید که در او استقامت حضور گسترده مخالفین مسلح احساس میشد و نیروهای هوایی هم به منظور سرکوب از اونجا حملات هوایی را انجام دادن. یکی در جریان حملات هوایی تعدادی از هموطنان غیر نظامی ما در اونجا شهید شدن و به مردم عام آسیب رسیده. این نیاز به تحقیق. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان تجدید نبردها در کشور را نگران کننده دانسته و میگوید در حمله هوایی نیروهای امنیتی در تخار به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. این نهاد از طرفهای درگیر جنگ میخواهد تا هرچه زودتر آتش بس کنند. افراد غیر نظامی قربانی شده، یکی از چه طیفی است، از به چه تعداد است، ما را با رسانه ها شریک میکنیم، اما بسیار طبیعی است که در جریان جنگ حقوق بشر دوستانه بین المللی نقض میشه در جنگ افغانستان. از سوی هم فعالان جامعه مدنی از افزایش خشونت ها در کشور ابراز نگرانی کرده و میگویند سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر بر روند صلح توجهی بر اوضاع افغانستان ندارند. صدها تن روزانه و هفته وار قربانیان از نیروهای امنیتی و دفاعی ما هستیم در افغانستان و دنیا و نهادهای بین المللی و حقوق بشری امروز خاموش هستند و توجهی حداقل به خاطر اوضاع افغانستان ندارند. بیش از یک ماه می شود که خشونت ها در کشور افزایش یافته است و دو طرف بی‌وقفه بر همدیگر حمله می کنند. بنابر آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان تنها در 15 روز گذشته 126 غیر نظامی مشمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. شماری از نظامیان پیشین هشدار می‌دهند که ادامه ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی خطرناک است و سبب افزایش تلفات بیشتر نیروهای امنیتی در کشور می‌شود. همزمان با این، برخی از اعضای مجلس نمایندگان تاکید می‌کنند که بی‌درنگ طالبان سرکوب شوند. در این حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که آنهایی که نیروهای امنیتی را دیروز به خاک و خون کشانیده بودند نابود شدند. نبرد میان نیروهای طرفدار دولت و طالبان این روزها در بخش‌های گوناگون سخت و سنگین شده و ظاهراً مخالفان مسلح دولت بر رساندن تلفات به نیروهای امنیتی کشور بیشتر متمرکز شدند. چنانچه همین دیروز ده‌ها نظامی کشور از سوی طالبان در تخار کشته و زخمی شدند. متاسفانه قضیه که دیروز در تخار رخ داد واقعا یک فاجعه انسانی است. اکنون در چنین وضعیت باورها بر این است که ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی سبب افزایش تلفات نیروهای طرفدار دولت شده و سرانگاری سران نهادهای امنیتی در این مورد خیلی خطرناک است.
احضارات لازم میده که باید اینا اگر در حالت دفاعی هم قرار دارن چگونه باید خطوط مدافعوی خود را تنظیم بکنن، چگونه تعبیه قوا داشته باشن. در خصوص این مسئله یک مقدار در قدم های تاکتیکی کوتاهی وجود دارد. بسیاری ها به این باور هستند که ادامه خشونت ها سوی طالبان به ویژه حمله های آنان در هلمند و تخار نشان می دهد که آنان به دنبال پایان جنگ در کشور نیستند و در چنین وضعیت باید طالبان سخت سرکوب شوند. باید نیروهای دفاعی ما از حالت دفاعی خارج شود، اونها به حالت تهاجمی باید تبدیل شود. همزمان با این امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه رخنامه‌اش نگاشته است، آنهایی که دیروز نیروهای ما را به خاک و خون کشانیده بودند نابود شدند. تمام تلاش است که ما پاسخ هر نوع تحرکات طالبان را در هر نقطه که است بتیم. در این میان جریان‌های سیاسی میگویند مقصر بنیادی ادامه بحران در افغانستان آمریکا است و آن کشور تا هنوز سیاستش را درباره جنگ و صلح افغانستان روشن نساخته است. آمریکا خپل سیاست باید چه روشنه که د صلح فکل جدی سی او د افغانستان ملت ته وای چې موږ سره کوم صلح ته رسیږو. این حرف ها و تحلیل ها در حال بیان می شود که تا اکنون پیشرفت ملموسی میان طرف های گفتگو کننده صلح در قطر انجام نشده و هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان ابراز امیدواری می کنند که به زودی به توافق برسند که شعله جنگ در افغانستان خاموش شود. سازمان ملل متحد گزارش داده که بیجا شدگان هلمند در وضعیت بد معیشتی به سر می برند و برخی از آنان حتی به مواد خوراکی اولیه دسترسی ندارند. این نهاد افزوده که مجموعه بیجار شدگان داخلی در افغانستان به 4.1 میلیون تن رسیده است که تنها در 10 روز پسین 40,000 تن از سر جنگ ها آواره شدند. در این حال آوارگان هلمند از حکومت می خواهند که هرچی زودتر برایشان مواد خوراکی و سرپناه آماده کنند. اما وزارت مهاجرین از رسیدگی کمک ها به خانواده ها خبر می دهد. مدینه مروت. در سال روان میلادی بیش از 2020 تن از اثر جنگ های داخلی در افغانستان آواره شدند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در 10 روز پسین بیش از 5,000 خانواده از اثر جنگ طالبان و نیروهای امنیتی از ولسوالی های نهر سراج، ناور، نادعلی، مارجب و هومه شهر لشکرگاه مجبور به ترک خانه و روستاهایشان شدند و در وضعیت بد زندگی می کنند. بیجا شدگان هلمند به حمایت فوری بیشتر نیاز دارند و امداد رسانان با دسترسی اندک به آوارگان به کار ادامه می دهند. اما قطع ارتباطات مخابراتی، تهدید بمب‌های تبعیه شده و بسته ماندن دوامدار شاهراه قندهار هلمند در پی تخریب چندین پل مشکلات را بیشتر کرده است. روز تا نور کومکون چیز مرد مؤسسات لو خاص کز مرد استرار کمیټه لو خاص خبر سره کیږي به پاو کورنۍ کې ور سره کیږي ټول هغه کسان چې را بي ځای شوی دغه پر مشخص کمپونه ځانګړي کړی دي. در همین حال آوارگان هلمند میگویند که 10 روز می شود در وضعیت نامساعد معیشتی به سر می برند و برخی از آنان شب و روز را در فضای باز سپری کرده و نان برای خوردن ندارند. دغه لخر دی بودی را کول هغه من را جواب راکی ولزی را روان سول خپل پر لارې باندې نو ولاکه د سترارا وړې ده نو ولاکه چا یو ده چاو کلا لارا وړې ده د راته د مؤمنان د سره چک دغه ورسته وږي تیږي نو اس کو ما کر سره سوي دي از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از رسیدگی کمک ها بر این خانواده ها خبر داده و تاکید می ورزد که در فصل زمستان برای این خانواده ها مواد زمستانی و جای مناسب بود و باش را نیز در نظر دارند. مجموعی در حدود 2 میلیون بیجار شده داخلی داریم در سراسر افغانستان و تلاش جریان داره که در این خبال هم کمک های عاجل انجام شوه و در این حال کمک های زمستانی در این در حال است که یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان می دهد که در جریان درگیری های 2 هفته پسین در ولایت هلمند 15 غیر نظامی جان باخته و 9100 خانواده آواره شدند. ناتو بار دیگر به ادامه پای کار با هراس افغانی در افغانستان تاکید می ورزد. دبیر کل ناتو می گوید که این پیمان مصمم است که نقش ارزنده را از طریق ماموریتش در افغانستان در پیکار با هراس افغانی ایفا کند. در این حال سفارت فرانسه در افغانستان در توییت خشونت ها را ناپذیرفتنی دانسته است. نشست عمومی ناتو. اینجا دبیر کل ناتو بار دیگر بر ادامه پیکار با هراس افغانی در افغانستان تاکید می‌ورزد.
ناتو مصمم است که نقش ارزنده ای را در مبارزه با هراس افغانی در افغانستان و عراق انجام دهد. این پیمان برای مبارزه با داعش نیز پیکار خواهد کرد. افزون بر این سفارت فرانسه در کابل در توییت ادامه خشونت ها از سوی طالبان در افغانستان را غیر قابل پذیرش دانسته و تاکید می کند که طالبان باید حملاتشان را متوقف کرده و با برقراری صلح تن بدهند. در همین حال گفتگوها درباره حل موارد اختلافی اصول مذاکرات در قطر ادامه دارد. هیئت حکومت نیز نگران افزایش خشونت ها در افغانستان است. جلسات و مذاکره در مورد مسائل اختلافی جریان دارد و این مذاکرات در سطوح مختلف هم جریان دارد. در شام روز سه‌شنبه جلسه بین هیئت های دو طرف روی موارد اختلافی و گزینه های پیشنهادی برگزار شد و این جلسه تمرکز صورت گرفت که ما باید نهایتاً روی یک متنی که برای دو طرف قابل قبول باشه و نگرانی ها و نظرات دو طرف مورد توجه قرار بتواند ایش کنجانده شود باید تفاهم کنیم و برای از این کار فرصت زیادی نداریم. ما باید هر چه زودتر این بحث خاتمه بدیم و برسیم به مسائل اساسی که اجنداست و بخصوص مسئله آتش بس و توقف جنگ است. گفتگوها در حال میان حکومت و طالبان در قطر ادامه دارد که خشونت ها در روزهای پسین بیشتر از هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و مردم را به نتیجه این مذاکرات ناامید ساخته است. معاون دوم رئیس جمهوری میگوید که در روند مبارزه با کرونا کاسی های وجود داشته است که باید از مردم پوزش خواست. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه از آمادگی کامل در امر مبارزه با موج دوم کرونا در کشور خبر میدهند. معاون دوم ریاست جمهوری در نشستی میگوید در امر مبارزه با ویروس کرونا در کشور کاستی های وجود داشته است که باید از مردم معذرت خواست. وی میافزاید که وزارت صحت عامه باید در امر مبارزه با موج دوم ویروس کرونا آمادگی کامل داشته باشد. وی نیز از سرمایه گذاری در بخش صحت خبر میدهد. در مجموع فعالیت ها و اقدامات ما در دولت در موردی مبارزه با کرونا بدون شک کاستی های هم داشته ایم که از این بابت باید از مردم افغانستان با احترام پوزش بخواهیم. به خاطر هم امتنان و سپاس بکنیم که برای کابل رسیدگی بسیار خوب شد، توجه بسیار خوب. هر لحظه که برای ما، برای شاروال سه و دیگر مسئولین شهر و مسئولین ضرورتی بود برای ما وقت دادن، توجه کردن و خوشبختانه که ما در فضای خوب کاری و در تحت رهبری خردمندانشان تانستیم کار بکنیم. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه از گرفتن آمادگی های لازم در امر مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. آنان نیز از افزایش دستگاه های تنفس مصنوعی خبر داده و تاکید می کنند افغانستان نسبت به کشورهای همسایه در مبارزه با کرونا موفق بوده است. در حدود 13 مرکز تشخیصی دولتی و 24 مرکز تشخیصی خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارد. وزارت صحت عامه افغانستان در همانگی با شورای حالی تیبی، مؤسسات غیر دولتی، ادارات ملل متحد، سکتور خصوصی یک پلان جامعه را برای احتمال موج دوم مبارزه با کرونا ترتیب نموده. دیر زیاد کارو که امان تا اداره او خوده چه پا ار عرصه دیجون که کمان یو تیم بانه لرو خپلا یو بل سر کارو نکو هیچ وقت نکامیا بکیگو. چه دی کرونا مبارزه هم تنا دی سهی سکتور لواسی پورانه و امده کمیته و چی کاری وکه. این همه در حال بیان می شود که به گفته مسئولان وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته در کشور 116 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و 4 تن دیگر مبتلا به این ویروس جان باخته و شماره مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا به 40,626 تن رسیده است. 51 زوج جوان به هدف نهادینه کردن فرهنگ و زواج آسان و مبارزه با تجملات و مخارج اضافی در روسیه ها
مراسم ازدواجشان را در ولایت کابل به گونه دست جمعی برگزار کردند. شماره از جوانان از خانواده ها می خواهند که نباید فرزندانشان را به برگزاری جشنهای عروسی با شکوه و مجلل وادار کنند. میان برنامه کوتاه. ادامه خبرها. سازمان همکاری های اقتصاد منطقه‌ای از وضعیت ناهنجار اقتصادی در افغانستان نگرانی دارد. مسئولان این سازمان میگویند که به منظور افزایش فعالیت های اقتصادی در افغانستان نیاز از حکومت بیش از 20 میلیارد دلار را در پروژه های بزرگ زیربنایی به همکاری بخش خصوصی هزینه کند. از سوی هم اعضای بخش خصوصی میگویند که در حال حاضر نبود دسترسی به منابع ملی بزرگترین دشواری در برابر فعالیت های اقتصادی در کشور است. سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای با ایکو میگوید شیوع ویروس کرونا و افزایش ناامنی‌ها فعالیت های اقتصادی را در افغانستان با دشواری های گوناگون روبرو کرده است و برای فعالیت دوباره کاروبار و ویژه عملی سازی پروژه هایی که سبب اشتغال زایی می شود حکومت باید بیش از 20 میلیارد دلار را به همکاری بخش خصوصی هزینه کند و افزون بر آن دسترسی بازرگانان و سرمایه گذاران را به منابع مالی افزایش دهد. رئیس جمهور میخواهد که افغانستان از اینجا از این حالت برایه و واقعا یک تحرک اقتصادی بیا و مو عواید ملی ما به اندازه شوه که ما خودکفا شویم، باید آن وقت 8 میلیارد 5 میلیارد کار داشتیم، حالا هیای مجدد اقتصاد افغانستان به 20 میلیارد دلار ضرورت داره. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند هم اکنون نبود دسترسی بازرگانان و سرمایه گذاران به منابع مالی سبب شده تا بخش بزرگی از کاروبار کوچک و متوسط در چند سال پسین ورشکست شود. بانک های خصوصی ما متاسفانه او را چارج میکنن و ما امیدوار هستم که ایره با در نظر بگیرن که یک مقدار نرخ بهره را پایین بیارن. شرایط کاروبار، شرایط وضعیت اقتصادی مملکت، شرایط مملکت قابل درک است. اما مسئولان اتحادیه بانک های خصوصی میگویند با آنکه همکنون بانک های خصوصی نزدیک به 4 میلیارد دلار وام را برای بخش خصوصی اختصاص داده است، اما به دلیل افزایش فساد در نهادهای حکومتی نمیتوانند این پول را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. نو بیا خود کم از کم دومره راته او کی چې دغه قضایی سیستم دی راته را جوړ کی، حقوقی سیستم دی راته را جوړ کی، قرضې به منګه ورکو په جرأت سره به ورکو، خو زړه به په دې مطمئن کی چې ته قرضه خرابېږي قضا او نظام شته دی، هغه به راته زر په میاش کې منظوري راکې منګ به جایداد خرڅو خپل پیسې بلاس دراوړو. دای بل حل دی. با گفته ی سازمان همکاری های اقتصاد منطقه‌ای تا زمانی که حکومت زمینه پرداخت وام های دراز مدت را در اختیار بخش خصوصی افغانستان قرار ندهد، دشواری های بیکاری و ناداری در این کشور از میان برداشته نخواهد شد. نمایندگی مرکز تجارت جهانی در کابل گشایش یافت. سفارت آمریکا در کابل در آگاهی نامه میگوید که هدف از گشایش نمایندگی مرکز تجارت جهانی در افغانستان افزایش ظرفیت شرکت‌های عضو این سازمان در بخش‌های صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات با کیفیت می‌باشد تا آنان بتوانند تجارتشان را به معیارهای بین‌المللی برابر ساخته و به بازارهای جهانی دسترسی یابند. از سوی هم گفته می‌شود که وجود این نهاد در افغانستان می‌تواند تأثیر مثبت را در روند جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توسعه تجارت خارجی افغانستان از طریق ارائه تسهیلات و خدمات تخصصی، تشویق و وصل سرمایه گذاران بزرگ جهانی با سرمایه گذاران ملی داشته باشد. نرخ اسعار. ادامه خبرها. چین هشدار داده است که به فروش جنگ افزار سوی آمریکا به تایوان پاسخ قاطعانه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری یوترس آمریکا می‌خواهد که جنگ افزارهای پیشرفته و ساخت این کشور را به تایوان بفروشد. چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، این اقدام آمریکا را مداخله آن کشور در امور داخلی خود می‌داند. در استانای آغاز گفتگوها برای پایان دادن به جنگ میان ارمنستان و آذربایجان، نظامیان دو کشور امروز نیز درگیر شدند.
با گزارش خبرگزاری یوترس قرار است گفتگوهای صلح میان دو کشور تا چند روز آینده در واشنگتن آغاز شود. با این حال نظامیان دو کشور امروز برای یکدیگر در منطقه مورد مناقشه قره‌باخ آتش گشودند. و میشل اون رئیس جمهوری لبنان برای حل بحران سیاسی در آن کشور سعد حریری سیاستمدار سنی مذهب را به حیث نخست وزیر آن کشور تعیین کرده است. بر بنیاد گزارش ها لبنان در چند ماه پسین در بدترین بحران سیاسی و تاریخ آن کشور به سر میبرد. گزینش حریری در این مقام در مشوره با پارلمان آن کشور انجام شده است. این در حال است که حزب شیعه مذهب حزب الله اعلام کرد که برای عبور از بحران سیاسی نماینده ای را برای این مقام معرفی نمی کند. و رسیدیم به پایان برنامه خبری این ساعت. ممنون از همراهی تا این وقت شما.